خانم ها آقایان، با گرمترین درودها به پرسش و پاسخ از لندن با بیژن فرهودی خوش آمدید. مهمان این هفته ما جمعه 20 فروردین 1400 رضا تقی‌زاده هستند، تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا. درود بر شما دکتر تقی‌زاده در گلاسگو. وقت به شما خوش آقای فرهودی و درود و سلام به بینندگان شما. دکتر تقی‌زاده، مذاکرات هسته‌ای غیر مستقیم بین ایران و آمریکا که با وساطت اروپایی‌ها در چارچوب کمیسیون مشترک برجام صورت می‌گیرد، روز سه‌شنبه اولین جلسه خودش رو با حضور نمایندگان گروه 4+1 در وین تشکیل داد و به گفته نماینده اتحادیه اروپا این جلسه ای سازنده بوده. حاصل این جلسه تشکیل دو گروه کاری بوده. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، این دو گروه کاری همزمان مشغول به کار هستند و یک کارگروه بر گام‌های متمرکزه که ایران باید برداره تا به تعهداتش در برجام برگرده و کارگروه دیگه بررسی چگونگی لغو گام به گام تحریم‌های آمریکا بنا به برجام رو در دستور کار داره. عباس عراقچی، رئیس هیئت نمایندگی ایران در مذاکرات وین که قرار جلسه دومش روز جمعه تشکیل بشه، تأکید کرده که خواسته ایران رفع کامل تحریم‌ها در یک مرحله است، ولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا معتقده که خواسته‌های ایران حد اکثریه و طرح اونها در این جلسات سازنده نیست و راهگشا نخواهد بود. بدون شک طرف ایرانی به خوبی میدونه که آمریکایی‌ها دست بالا رو دارن و با توجه به مخالفت عده‌ای از نمایندگان کنگره با بازگشت به برجام قبلی، دولت بایدن هم اشتهایی برای تأمین خواسته حداکثری ایران نداره. فکر میکنید هدف جمهوری اسلامی از طرح خواسته حداکثری چیه؟ من فکر نمیکنم آقای فرهودی که جمهوری اسلامی آیا واقعا آگاه هست که آمریکا دست بالا رو داره و یا دولت کنونی آمریکا واقعا دست بالا رو در این گفتگوها داره. ولی باورم این است که این اشتیاق نزد آمریکایی ها برای رسیدن به یک توافق به مراتب زیادتره. وقتی مقایسه میکنیم سیاست دولت بایدن رو با دولت گذشته آمریکا، دولت ترامپ، میبینیم که وضعیت، انتظارات و روش های برخورد با جمهوری اسلامی کاملا تفاوت کرده. به جای اعمال فشار حداکثری که دولت ترامپ به دنبال اون بود، حالا بایدن به دنبال کاهش این فشار هاست. البته این برنامه دموکرات‌ها بوده نه تنها در مورد برخورد با ایران، در تمام موارد دیگری که دولت ترامپ در طول 4 سال پیش از روی کار آمدن بایدن اقداماتی کرده بود، ظاهراً دستور کار 100 روزه دولت جو بایدنه و جمهوری اسلامی هم برخورد باهاش و مسئله ایران یکی از این موضوع است. و اونا فکر میکنن که میشه واقعا با جمهوری اسلامی به جوال رفت، به یک توافق رسید و سازش و دیپلماسی راه بهتری است برای کنترل کردن جمهوری اسلامی به جای اعمال فشار. ولی این درک رو ظاهرا آقای بایدن نداره که با هیچ دیکتاتوری نمیشه از راه سازش وارد شد و انتظار داشت به نتیجه مطلوب رسید. آقای بایدن پیش از اینکه نماینده او آقای مالی به این گفتگوها بره، اعلام کرده بود که خواسته ما این است که یک توافق بهتر از برجام داشته باشیم، جامع‌تر داشته باشیم، در مذاکرات مقدماتی کشورهای منطقه شرکت بکنن و به غیر از اینکه مسائل مربوط به برجام رو باید زمانش رو طولانی بکنیم، باید ابعاد دیگری به اون بدیم، من جمله فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی و همینطور حضور نیروهای جمهوری اسلامی در بحران‌های منطقه و جنگ‌های نیابتی. ولی می‌بینیم حالا آقای بایدن نمایندش در وین اعلام می‌کنه که ما از خواسته حداکثریمون فاصله گرفتیم و می‌دونیم باید تخفیف بدیم تا با جمهوری اسلامی به توافق برسیم. بله. در حالی که جمهوری اسلامی سقف خواسته های حداکثری خودش رو که شما هم به اون اشاره کردید پایین نیاورده. باید دید امروز روز جمعه دو طرف
چه نتیجه‌ای رو میتونن اعلام بکنن؟ آیا واقعا اونطور که دیده میشه آمریکا بیشتر با خواهد داد و به سمت جمهوری اسلامی بیشتر میره، و یا اینکه ممکن است نتیجه دیگری رو انتظار باید داشته باشیم؟ دکتر تقی‌زاده، آیا منظور تهران از رفع همه تحریم‌ها واقعا همه تحریم‌هایی که آمریکا در این 42 سال علیه رژیم اسلامی اعمال کرده، یا اینکه دنبال لغو تحریم‌هایی هستند که در چارچوب کمپین فشار حداکثری ترامپ به ویژه لغو تحریم فروش نفت اعمال شد؟ انتظار اینکه تحریم‌های 42 سال گذشته برداشته بشه انتظار غیر واقعی است. این انتظار در سال 2014 هم نداشتن، وقتی که برجام امضا شد یا توافق شد، سال 2015 امضا شد، آمریکا تحریم‌های طولانی مدتی رو خارج از برجام علیه ایران و حکومت امروز ایران اعمال کرده. اون چی که الان مورد انتظار جمهوری اسلامی است و دولت بایدن و به خصوص رابرت مالی به دفعات به اون اشاره کرده، پرداختن به اصطلاح توافق‌های تحریم‌های برجامی است، اونهایی که با این ارتباط نداره. نمیشه این انتظار داشت که مثلا سرمایه گذاری آمریکا در منابع نفت ایران که سقف 20 میلیون دلار و 10 میلیون دلار تعیین شده بود حالا یک باره برداشته بشه، یا آمریکا به خودش فرصت بده که اجازه صدور اسلحه به ایران صادر بکنه و تحریم هایی از این دست. نه، هدف اونها در این مرحله این است که تحریم هایی که آقای ترامپ علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده بردارن. البته در شکم این مبادلات بانکی وضعیت آرامتری پیدا میکنه، ضمن اینکه با مسئله چهار لایحه مربوط به پولشویی روبروست این نقل و انتقالات بانکی، و البته برداشتن محدودیت صادرات نفت ایران. این موضوعی است که جمهوری اسلامی بسیار به اون علاقمنده و در چارچوب این مجوز میتونه از منابع نفت به فروش رفته، منابعی که در کره جنوبی، در هند، در حتی چین، ترکیه و عراق دارن، استفاده بکنن. در حقیقت اگر این توافق صورت بگیره، باز یک پول قلمبه‌ای در اختیار جمهوری اسلامی قرار میگیره که کوچکتر از اون پولی است که در زمان اوباما به جمهوری اسلامی پرداخت شد. گفته شد تا 150 میلیارد دلار بوده، ولی به هر حال پولی است که دولت روحانی اگر از اون برخوردار باشه میتونه به عنوان تحویل یک خزانه پر به دولت بعدی ازش یاد کنه. بله، حالا صحبت از این میشه که آمریکا با دو اقدام جداگانه، لغو وتوی اعطای وام از سوی صندوق بین المللی پول به ایران و مجاز ساختن بانک‌های کره جنوبی برای آزاد کردن حدود 7 میلیارد دلار پول‌های مسدود شده ایران، سهم خودش رو برای پیوستن مجدد به برجام انجام بده، و ایران هم با لغو اقداماتی که ناقض برجام بوده مثل غنی‌سازی 20% مقابله به مثل کنه. فکر میکنید این فرمول که به خصوص برای دولت آمریکا ساده است و نیازی به تصویب کنگره نداره، راه رو برای بازگشت آمریکا به برجام و متعهد ساختن مجدد ایران به تعهدات برجامیش هموار کنه؟ میتونه هموار بکنه. این تنها راه موجوده. فکر نمیکنم راه دیگری در شرایط کنونی وجود داشته باشه. اگر دولت ترامپ بود و در اون وضعیت جمهوری اسلامی رضایت به مذاکره میداد، از موضع شکست وارد شده بود و خواسته های طرف مقابل رو میپذیرفت. در وضعیت کنونی، شما در بخش اول صحبت به اون اشاره کردید، جمهوری اسلامی احساس اطمینان به خود میکنه، مطمئنه که آمریکا با جمهوری اسلامی به هر دلیلی وارد جنگ نخواهد شد. دست کم دولت آقای بایدن وارد جنگ با جمهوری اسلامی نخواهد شد، و شاید تلاش بکنه که اسرائیل رو هم از وارد شدن به مقوله نظامی در برخورد با ایران باز بداره. با این تصور خواسته هاشون رو حداکثری کردن، ولی در شکم همین چارچوب حداکثری که جمهوری اسلامی داره، باز هم رسیدن به همه اون چیزی که انتظار دارن آسون نیست. ممکن است که دولت آقای بایدن به صندوق پول اعلام بکنه که ما مخالفت خودمون رو برداشتیم، ولی صندوق پول هم باز باید با رعایت ضوابطی اجازه پرداخت این وام رو بده.
و نبودن ایران در وضعیتی که وضعیت مطلوب هست این کار رو مشکل میکنه. همین 4 لایحه اگر که تصویب نشه و ایران از لیست سیاه پولشویی در نیاد، پرداختن وام به جمهوری اسلامی با این وضعیت مشکل خواهد بود. و جمهوری اسلامی و دولت او در داخل مسئله دارن. بین علت حتی اگر دولت بایدن همه اون اشتیاقی رو که برای این کار داره دنبال بکنه، تصور نمی کنم که باز بتونه انتظاراتی رو که جمهوری اسلامی داره از نظر مالی بر بیاره. بله، اگر به یاد داشته باشید بایدن و بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگفتن که به دنبال توافقی گسترده‌تر و طولانی‌تر با جمهوری اسلامی هستند که علاوه بر توانایی اتمی برنامه موشکی و دخالت‌های منطقه ایران هم محدود کنه، همونطور که شما بهش به درستی اشاره فرمودید. ولی ایران بارها گفته که حاضر به افزودن هیچ چیز به برجام نیست. فکر میکنید آیا میتوان بین مواضع دو طرف پل زد و انتظار توافقی مصالحه جویانه رو داشت؟ ببینید، این کلک مرغابی است. به نوعی دولت بایدن به این وضعیت تن داده. دولت بایدن میخواد در 100 روز اولش یک بیلان پیروزی در عرصه سیاست خارجی رو عرضه بکنه. رسیدن به توافق با وضعیتی که جمهوری اسلامی فراهم کرده با ایران امکان پذیر نیست در طول 2-3 هفته 4 هفته با همه حسن نیت یا اصراری که کشورهای اروپایی دارن صورت بگیره. بین الملل اومدن حالا سقف خواسته های خودشون رو تقلیل دادن بدون اینکه به اون اشاره‌ای بکنن. یعنی به جای یک توافق جامع طولانی که شامل همونطور که شما گفتید مسائل اتمی و مسائل منطقه‌ای و مسائل حقوق بشری باشه، برگشتن به برجام شده هدف سیاست خارجی دولت آقای بایدن. برگشتن به برجام نیاز به تایید دوباره کنگره به زعم دولت بایدن نداره و نباید اقدام خاصی صورت بگیره. نیازمند گفتگوی روبروی دو طرف هم نیست. بنابراین شرط علی خامنه‌ای برای مذاکره نکردن با آمریکا رو هم به نوعی رعایت کرده. به این علتی که خواسته های خودشون رو کوچک کردن و در شکم اون خواسته های کوچک شده حالا ادعا میکنن که ما خواسته های حد اکثریمون رو در شروع مذاکرات مطرح میکنیم. ولی تالی فاسد قضیه این است که وقتی این توافق صورت گرفت، جمهوری آمریکا به توافق برجام برگشت، جمهوری اسلامی میتونه از مواضع خودش تکون نخوره، پولهایی رو هم که آزاد میکنن دریافت بکنه، اجازه فروش نفت هم داشته باشه و درست برگرده به همون وضعیتی که در سال بعد از توافق سال 2015 داشت. یعنی با استفاده از پولی که دریافت میکنه بالوپر خودش رو در منطقه گسترش بده و نگران اینم نباشه که تا پایان دولت بایدن چه وضعیتی براش پیش میاد. در حقیقت آمریکا همه اون اهرم هایی رو که دولت ترامپ در اختیار دولت بعدی گذاشته بود زمین میگذاره و میره به اون سمتی که جمهوری اسلامی میخواست. به این علتی که ما میبینیم روز سه‌شنبه روحانی نه تنها اعلام پیروزی میکنه از وضعیتی که در وین پیش آمده، حتی از آمریکا میخواد که بره توبه هم بکنه. البته آمریکا با دولت آقای بایدن شاید نیازمند توبه کردن هم باشه. حالا یه سوالی که برای خیلی ها مطرحه دکتر تقی‌زاده اینه که اگر جمهوری اسلامی بنا به ادعای خودش برای منافع ملی ایران تلاش میکنه، چرا حاضر نیست با آمریکایی ها مستقیما وارد گفتگو بشه و خودش بر تامین منافع ملی پافشاری بکنه و نه اینکه تامین منافع کشور رو به اروپایی ها واگذار بکنه که اونا برن بشینن با آمریکایی ها در مورد منافع ملی ما صحبت بکنن؟ اونا که دلشون برای ما نمیسوزه. پاسخ شما چیه به این سوالات؟ واقعا وضعیت فاجعه بار مسخره است. یک آدمی مثل علی خامنه ای در قرن 21 محدودیت هایی میگذاره که با هیچ کدام از موازین زندگی سیاسی عادی قابل تطبیق نیست. شما این رفتار از کره شمالی هم حتی نمیبینید. دقیقاً. در هیچ کجای دنیا واقعا این رو نمیبینید که شما واکسن از اروپا نخرید، قدغن میکنم، از آمریکا نخرید، مذاکره مستقیم نکنید،
ولی از این اتاق به اون اتاق اجازه مذاکره بدون اطلاع یا با اطلاع اون داده میشه. وضعیتی که الان در مذاکرات وین پیش آمده وضعیت بسیار دشواری است. لوجستیک اون خیلی سخته. آمریکایی ها ناگزیر شدن برای اینکه آقای بایدن وا داده و میخواد خواسته های این آخوندها رو تامین بکنه، رفتن به هتل امپریال. اون طرف خیابون هتل گرند هست، گرند هتل وین هست. در گرند هتل 5 گروه دیگه زندگی میکنن، در این هتل آمریکایی ها زندگی میکنن. باید از این ور خیابون برن به اون ور خیابون برای کارهای اصولی، ولی برای کارهای کوچکتر هیئت نمایندگی آمریکا در یک اتاق قرار گرفته در همون هتل گرند که بقیه اینها هستن، و بسیاری از این اطلاعات رو دست به دست همونجا میگردونن. فرانسه مدیریت این کار رو به عنوان میانجی به عهده گرفته و واقعا وضعیت مسخره است. گروه آمریکایی با تلویزیون مدار بسته همه ماجراهای گفتگو رو دنبال میکنن. گروه های کارشناسی اینها آمریکایی ها و جمهوری اسلامی در ارتباط مستقیم هستند، برای اینکه سیاستی که حالا در پیش گرفتن یا راجع به اون توافق کردن به اصطلاح حرکت موازی با همدیگه است که ما یک مورد از تحریم ها رو برمی‌داریم. این یه مورد که میگم مثلا سلسله تحریم هایی است که به یک مورد اون رو بسنده بکنیم، و جمهوری اسلامی هم بگه ما در مثلا غنی‌سازی 20% تخفیف میدیم. چونه زنی بر سر این موضوع است که آمریکایی ها 1 میلیارد باج بدن به جمهوری اسلامی برای توقف غنی‌سازی 20% یا 16 میلیارد باج بدن. پولی که ایران در کره داره کفش 7 میلیارد، سقفش 10 میلیارد دلاره. 7 میلیارد بابت فروش نفت و 3 میلیارد ذخیره دلاری بانک ملی شعبه سئول، که این پول رو هم چون بر پایه دلار هست اجازه نقل و انتقالش رو نداره. خب چونه زنی بر سر این ارقامه. نمیشه حالا یه نفر کاغذ زیر بغلش بزنه از این طرف خیابون به اون طرف خیابون بدوه و برگرده، چون علی خامنه‌ای گفته مذاکره مستقیم نکنید. حاصل مذاکرات اون چیزیست که دولت بایدن باید وابده برای جمهوری اسلامی و اجازه بده. حالا این اجازه رو از اونها میخواید، ولی میخواید روبروی اونها رو نبینید. درست مثل عروسی های قدیم، نمیدونم شما با یاد دارید یا نوع اونها رو دیدید یا نه، که عروس در یک اتاق مینشوندن، داماد در اتاق دیگری و عاقد این بین مینشست و بله رو با صدای بلند بایستی از عروس میگرفت به طوری که به گوش داماد هم برسه. واقعا وضعیت چندشاور مسخره است که کشور با این نسل جوان ایرانی ها، با این نسل بارور ایرانی ها، با این هوشیاری حکومتی داره که وضعیت رو واقعا انتقال داده به چیزی شبیه 1000 سال پیش. بله. 1200 سال پیش. یکی از میراث روح الله خمینی همین بوده دیگه دکتر تغیزاده، که من گفتگو با آمریکایی ها اینو همیشه روش تاکید میکرد، حالا خامنه ای هم اونو داره ادامه میده. یکی دو تا سوال دیگه در رابطه با همین مسئله مذاکرات هسته‌ای دارم، ولی اشاره کردید به واکسن کرونا و اینکه خامنه ای ممنوع اعلام کرده بود. میدونیم که هم فایزر رو ممنوع کرد، هم استرازنیکا آکسفورد انگلیس رو، ولی دیدم 2 روز پیش اولین محموله واکسن کرونا خریداری شده از کوواکس که شامل 780,000 دوز واکسن استرازنیکاس از کره جنوبی وارد ایران شده. من تعجب کردم، گفتم چطور مگه خامنه‌ای نگفت ممنوع ورودش، حالا 780,000 که اونم اصلا چیزی عدد زیادی نیست برای جمعیت 80 و چند میلیونی ایران، که خب حداقل 50-60 میلیون نفر باید واکسینه بشن دیگه، مقدارش بسیار اندکه. در این مورد صحبتی دارید؟ ببینید وقتی مقایسه میکنیم میزان واکسنی که اینا خریدن و هنوز استفاده نکردن با مثلا کشور اسرائیل، که جنگ اونها ظاهرا با فلسطینی ها بهانه جمهوری اسلامی برای مبارزه با اسرائیل، 100,000 نفر فلسطینی رو تا به حال اسرائیلی ها واکسینه کردن. درسته. در حالی که 100,000 نفر در جمعیت 85 میلیونی ایران هنوز واکسن نخوردن، شاید از چند ده هزار نفر هم خواص خودشون خارج نمیشه. این نشون میده که این حکومت واقعا نگاهش به مردم ایران متفاوت حتی با کشوری که متهم اشغالگری است و که مردم به اصطلاح اون سرزمینی که متهم اشغال کرده چطور ازشون پذیرایی میکنه. بله.
میدونیم که اسرائیل مخالف برجام بوده، الان هم دل خوشی از پیوستن مجدد آمریکا به اون نداره. آقای نتانیاهو نخست وزیر گفته بازگشت به برجام ما رو به عقب میبره و چنین توافقی با رژیم های افراطی بیفاید است. نقش اسرائیل رو در مذاکرات غیر مستقیم آمریکا و ایران چگونه میبینید؟ به خصوص که الان ظاهرا دو کشور ایران و اسرائیل درگیر یک جنگ پنهان تازه‌ای که همون جنگ کشتی هاست هستن. آخرین نمونش هم آسیب دیدن کشتی ساویز توسط مین بود. در این مورد آقای فرهودی توضیح میدم، ولی موافق بشید من به نکته‌ای که حاکی از بلاهت این حکومت هست در ارتباط با مذاکرات وین که امروز قراره به نوعی از نتیجه مثبت یا منفی برسه اشاره بکنم. در جریان مذاکرات سال 2014 جمهوری اسلامی آبروش در دنیا رفته بود، مشروعیت خودش به اصطلاح از دست داده بود و این در ادامه وضعیتی بود که تو شهرهای ایران پیش آمد. بعد از اون چیزی که به عنوان جنبش سبز داشت یاد کردن، عکسای خامنه ای رو پاره میکردن، خیابون ها با آتش کشیده شد، میلیون ها نفر به خیابون ها ریختن و در چشم دنیا جمهوری اسلامی به عنوان یک دیکتاتوری خوناشام شهرت پیدا کرد. ولی وقتی که وزرای خارجه اروپایی، وزیر خارجه آمریکا کنار جواد ظریف قرار می گرفتن و هر هفته تصاویر اینها در تلویزیون ها پخش می شد، در رسانه ها پخش می شد، به نوعی مشروعیت تازه به این حکومت جبار می دادن و این یکی از هدفهای اون مذاکرات بود که جمهوری اسلامی رو تطهیرش بکنن. و اینها اینقدر احمق هستن که بر سر یا دعواهای داخلی یا بدون توجه به این موضوع به دنبال حرف آقای علی خامنه ای میرن، دیدار مستقیم با آمریکایی ها رو منع میکنن و اون چیزی رو که میتونستن در رسانه های جهانی به دست بیارن به عنوان کسب مشروعیت و تظاهر به اینکه حکومت ایران حکومت عادی هست رو از دست میدن. در حقیقت این به سود جمهوری اسلامی نیست، امتیاز بسیار بزرگی است که میتونستن از راه نامشروع به دست بیارن، ولی خوشبختانه این فرصت رو خودشون از خودشون گرفتن، خودشون رو محروم کردن. در مورد اسرائیلی ها آقای فرهودی، مردم ایران این روزها به دولت اسرائیل، حالا ممکن است نتانیاهو باشه، ممکن است هر کس دیگری، به عنوان یک دولت ترامپ تازه نگاه میکنن، نقطه امیدشونه و به نوعی هم باید به این قضیه بها داد، برای اینکه اسرائیل آخرین سنگری است که میتونه مورد استفاده قرار بگیره برای ضعیفتر کردن جمهوری اسلامی. مردم یک روزی باید از این حکومت عبور بکنن و این حکومت رو باید مقدمتا ضعیف کرد. اون چیزی که شما به اون اشاره کردید به نظر من هم تلیعه یک جنگ کشتی های تازه است. اسرائیل با جمهوری اسلامی از ابتدای دهه 80، یعنی اندکی بعد از انقلاب تا به حال، یک جنگ پنهانی، سرویس های اطلاعاتی، جاسوسی و نظامی با هم داشتن. گاهی مرکز این برخورد های نظامی بیروت بوده در تمام انفجارهایی که صورت می گرفت، بعد دامنش به آمریکای لاتین کشیده شد. حمله ای که جمهوری اسلامی ترتیب داد برای کشتن عده زیادی از یهودی ها در آمیا، در بوینوس آیرس تخت آرژانتین. این دعوا حالا وارد یک مرحله تازه شده. در گذشته جمهوری اسلامی میخواست نیروهاش رو در مرزهای اسرائیل نگه داره، حالا اسرائیلی ها به مرزهای ایران خودشون رو نزدیک کردن و اگر جمهوری اسلامی امتیازاتی داره یا منافعی داره خارج از مرزهای ایران، اونها رو هم دارن دنبال میکنن و زدن این کشتی یکی از 12-13 فقره حمله نظامی است که اسرائیلی ها علیه نفتکش‌های جمهوری اسلامی صورت دادن. وقتی میگم جمهوری اسلامی، واقعا این دارایی مردم ایرانه، ولی در اختیار جمهوری اسلامی است به هر حال، برای اینکه از انتقال نفت به سوریه بتونن ممانعت به عمل بیارن. و زدن کشتی غیر از اینکه این هدف رو داشت، یعنی ساویز که شما به اون اشاره کردید و واقعا یک پایگاه ثابت بوده در دریا برای جمهوری اسلامی، تکابر اون رو نگه می‌داشتن، عوامل تخریبی خودشون رو از این راه به یمن می‌فرستادن و دستگاه استراق سم داشتن که نقل و انتقالات نیروهای سعودی رو بتونن کنترل بکنن و به اطلاع حوثی ها برسونن. در جنگ عربستان سعودی و حوثی ها از این سو مداخله بکنن، ولی با این حال
این نکته را بگم که سعودی ها در یک مرحله آمدن وقتی که یکی از سرنشینان همین کشتی نظامی به اصطلاح کشتی خصوصی است که تبدیل کردن به اصطلاح کشتی نظامی، بله، مریض شده بود و در حال مردن بود، اومدن با هلیکوپتر این بابا رو برداشتن بردن برای معالجه. تا این حد هم به اینها کمک میکردن. این کشتی در حدود 4 سال، بیش از 3 سال، نزدیک 4 سال است که در آبهای دریای سرخ مستقر شده و کارهایی که میده همین خدمات نظامی است. و اسرائیلی ها وقتی که این رو زدن میتونستن 6 ماه پیش بزنن، میتونستن 1 سال پیش بزنن، ولی روز آغاز مذاکرات رو برای این حمله نظامی انتخاب کردن به این علت که به بایدن و دولت او پیام بدن و این رو قبل از حمله هم به اونها اطلاع دادن. البته اطلاع دادن شاید یک انگیزه نظامی هم داشته، مبادلات اطلاعات نظامی بین اسرائیل و آمریکا به عنوان دو متحد، ولی ناو هواپیما برای آیزنهاور در فاصله نزدیک به 200 مایلی این کشتی بوده. من برای اینکه مقابله به مصر شکل تندی پیدا نکنه، به این ناو هواپیما بر لطمه وارد نیاد، این رو به آمریکایی‌ها اطلاع دادن. ولی ضمن اطلاع اخطاری به دولت بایدن بود که اگر شما در مذاکرات اتمی امتیاز بیشتر به جمهوری اسلامی بدید و تحریم ها رو بدون حساب کتاب بردارید، این تکلیف رو ما باید با جمهوری اسلامی روشن بکنیم و این آمادگی رو هم داریم. بله، اتفاقا از آمریکایی هم سوال شده بود که آیا ممکنه مثلا ایالات متحده دست داشته باشه در این حمله و مقامات نظامی آمریکا تکذیب کردن. دکتر تقی‌زاده، این نکته دیگه هم که باید بهش اشاره کنیم، سفر آقای آستین وزیر دفاع هستش به اسرائیل در روز یک شنبه برای گفتگو درباره مسائل مختلف منطقه از جمله ایران. اولین سفر یک وزیر کابینه بایدن به خاورمیانه خواهد بود و مطمئناً اسرائیلی ها در این سفر با آقای آستین درد و دل‌های زیادی خواهند داشت در رابطه با جمهوری اسلامی. و در انتظار نتیجه این دیدار هم بمونیم. شبکه بفرمایید. این دیدار مهمه برای اینکه با یک دیدار متقابل همسو خواهد شد در روزهای آینده. قرار است که یوسی کوهن به واشنگتن بره و این بالا مقام ترین عنصر دولت آقای نتانیاهو است که بعد از روی کار آمدن بایدن به آمریکا سفر میکنه. در حقیقت وزیر دفاع آمریکا میاد به تل آویو و یوسی کوهن میره به آمریکا برای اینکه انتظارات متقابل خودشون رو با هم در میون بگذارن. شما به موضوع امکان مداخله آمریکا اشاره کردید. این هم باز نکته است که جمهوری اسلامی علاقمند به بزرگ کردن اون هست. سایتی وجود داره نزدیک به شورای امنیت ملی حکومت که با همین وضعیتی که الان شما گفتید تلویحا گفته بود احتمالاً در حمله به کشتی ساویز یک کشور دیگه مداخله داشته. این کشور دیگه تنها میتونه اسرائیل باشه و آمریکا، برای اینکه آمریکا ناو آیزنهاور رو داره که در نزدیکی خاک عمان و منطقه عمان هست، به جایی که وارد خلیج فارس بشه اونجا قرار گرفته و اونها میتونن امکان این کار رو داشتن و اسرائیلی ها که در منطقه حاضر هستن. ولی دولت بایدن کمترین علاقه ای برای مداخله در این کار نداشته و جمهوری اسلامی چون قادر به تلافی جویی متقابل و فوری نیست، حالا به نوعی میخواد قضیه رو بزرگ بکنه و این رو نسبت به آمریکا بده، در حالی که این واقعیت نداره. اسرائیلی ها تلویحا پذیرفتن که این کار رو اونها انجام دادن و آمریکایی ها کمترین سودی در این ماجرا ندارن. آمریکایی که الان دولت بایدن اون رو کنترل میکنه. درست. شبکه خبری CNN در مورد مذاکرات وین میگه شاید نشست وین به احیای برجام در این هفته یا برجام پلاس مد نظر بایدن نرسه. شاید به کمک اقتصاد ایران تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه هم نیاید. اما همانطور که حاضران در وین می‌دانند، مسیری که آغاز شده تنها راه موجود برای خارج شدن از بحران است که هرچند دیر اما آغاز شد. و اما برای انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری که برای 28 خرداد برنامه ریزی شده، هنوز جناح‌ها در مورد معرفی کاندیدای خودشون تصمیم نگرفتن. به طور کلی انتظار میره که به خاطر شرایط سخت معیشتی مردم و نارضایتی عمومی و گسترش مجدد شیوع کرونا، رأی‌گیری با اقبال چندانی روبرو نشه و
علی خامنه‌ای که مشارکت حداکثری مردم بیش از هر چیز دیگر براش اهمیت داره، امسال با یکی از بی‌رمق‌ترین انتخابات‌های تاریخ جمهوری اسلامی روبرو بشه. آقای تقی‌زاده، امسال صحبت از اینه که خامنه‌ای ممکنه دنبال این باشه که یک سردار سپاه رو برای اشغال صندلی ریاست جمهوری در پاستور انتخاب بکنه. فکر میکنید برای مردمی که احساس میکنن کوچکترین نقشی در تصمیم گیری ها ندارند، مهم باشه که یک نظامی به ریاست جمهوری انتخاب بشه؟ اصولا واکنش عمومی رو شما الان چگونه ارزیابی میکنید؟ برای مردم واقعا اهمیتی نداره، ولی برای حکومت چرا؟ حکومت بند نافش فروش نفت و مشتقات نفتی است، چیز دیگه ای به عنوان منبع درآمد کلان نداره. به نظر من مسیر انتخابات رو به نوعی باید تحت شعاع مذاکرات وین دید که شما به اون اشاره کردید، سی ان ان هم از قولش نقل کردید که میگه برای حل این بحران راه دیگری وجود نداره. ولی واقعا آقای فرهودی، نخست اینکه بحرانی وجود نداره، این بحران بحران دست ساخت اروپا و آمریکاست، بحرانی است که در طول 30 سال گذشته مردم ایران، مملکت ما رو به فقر کامل کشیده، به دست جمهوری اسلامی. اگر جمهوری اسلامی حتی بمب اتمی فردا بسازه، در تعادل قدرت موجود منطقه کمترین تأثیر ایجاد نمیکنه. برای اینکه این بمب رو واقعا این آخوندان نمیتونن قورت بدن، نمیتونن به سمت کسی دیگه ای هم پرتاب بکنن. این بحران بحران مصنوعی است و حالا بزرگ جلوه داده میشه که حل اون رو به عنوان پیروزی دولت آقای بایدن معرفی بکنن، چنان که در دوره آقای اوباما سعی میکردن توافق اتمی رو عبور از یک بحران جلوه بدن و بوخهایی مثل سی ان ان هم میدمن و اعلام میکنن که بله اینطوره. من گفتم که نتیجه انتخابات و کسی که برنده میشه میتونه تحت تأثیر مذاکرات وین باشه، برای اینکه یک جمع‌بندی اینه که اگر موافقت اصولی بین جمهوری اسلامی و آمریکا در وین صورت بگیره و وضعیت تجارت خارجی ایران وضعیت عادی بشه، به اصطلاح صادرات نفت آغاز بشه و سرمایه گذاری خارجی جذب بشه، باید دولتی باشه که قادر به تعامل با جامعه جهانی باشه و ایران رو از وضعیت کنونی تدریجا خارج بکنه. ولی نقشه‌ای که برای برخورد با سیاست‌های آمریکا در سال پیش از انتخابات آمریکا گرفته شد در ایران این بود که دولت و یک مجلس تندرو افراطی متمایل به نظامی ها یا نظامی ها رو سرکار بیارن، با این تصور که ترامپ تجدید انتخاب میشه بتونه با تندی های ترامپ مقابله بکنه. یعنی اونها فشار حداکثری، ما هم تهدید و تحریک های حداکثری، در حالی که چی فکر میکردم چی شد است. الان همه نمایندگان متمایل به راستن، اونایی که بخت انتخاب شدن دارن، مجلس هم یک دست در اختیار همین به اصطلاح اصولگرایانه، ولی موندن که اگر این مذاکرات که حالا روحانی بالاخره این زنگوله رو به گردنش بستن به نتیجه برسه، با وضعیت بعد از اون چه باید کرد؟ یک دولت تندرو با یک مجلس تندرو خیلی باید از خودش کوتاه بیاد و مایه بگذاره تا بتونه با سیاست‌های متعارفی در جامعه جهانی حضور دوباره پیدا بکنه. به این علت من فکر می‌کنم ضمن اینکه برای مردم کمترین اهمیتی نداره که کدام فردی از کدام جبهه جناحی روی کار میاد، برای اینکه 42 سال این حکومت رو امتحان کردن، ولی برای حکومت این دارای اهمیتی که ببینن در وین واقعاً چی میگذره و تصمیم نهایی یا شکل نهایی آدمهایی که بایستی در این صحنه حضور داشته باشن و این خیمه شب بازی رو اداره بکنن، شاید در طول 2-3 هفته آینده روشن بشه و در 2-3 هفته آینده تکلیف مذاکرات وین تقریبا قطعی شده که آیا به شکست میانجامه یا اینکه به سمت پیروزی میره. بله. خب، امضای قرارداد 25 ساله ایران و چین که بسیاری از مردم اون رو قراردادی خائنانه با هدف فروش ایران به چین از سوی علی خامنه‌ای میدونند، هنوز مورد توجه محافل مختلف در داخل و خارج کشور قرار داره.
روز سه‌شنبه در واشنگتن گروهی از ایرانیان با سر دادن شعارهای علیه این قرارداد که البته جمهوری اسلامی اونو برنامه همکاری‌های 25 ساله دو کشور نامیده در برابر سفارت چین اجتماع کردند. قراره در یکی دو روز آینده هم تظاهرات مشابهی در برابر سفارت جمهوری اسلامی در لندن و کنسولگری چین در فرانکفورت برگزار بشه. آقای تقی‌زاده، دیدگاه شما در مورد این قرارداد چیه؟ قراردادی که به دستور چین ایران حتی حق انتشار متن اونو هم نداره. این تظاهرات رو به گسترش هفته پیش روز یکشنبه مقابل سفارت اشغالی ایران در لندن که جمهوری اسلامی داره این اجتماع بود. اجتماع خیلی پرشوری بود، من فیلم های اون رو دیدم. بله. و قرار است هم که شما گفتید این یکشنبه‌ای که میاد هم این تظاهرات خارج از جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه و اینها نشون میده که مردم ایران واقعا نسبت به این نوع تصمیمات جمهوری اسلامی حساسیت فوق‌العاده دارن. نظیر تظاهراتی که بعد از بستن قرارداد و امضای قرارداد تقسیم حدود ملی کشورهای حاشیه خزر به اون تن دادن و این به هر حال یک جوری فروختن خاک و حدود ملی ایرانه. این بازی ها رو با دوران حاج میرزا قاسی مردم تلقی میکنن، مقایسه میکنن. واقعا دادن اختیار این حتی از فروختن منابع ملی ایران با قیمت حراجی هم گذشته. قراردادی است که امضای سوری اون شکل مسخره ظاهری داشت. این قرارداد از سال 2016 اجرایی شده، چینی ها همین حالا در ایران مستقر هستند. خب ببینید آقای فرهودی، من واقعا مخالف این نیستم که سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت بگیره، اینو هر کشور دیگری قبول میکنه. من جای دیگر هم این حرف رو تاکید کردم. همسایه ما ترک ها مثلا بخشی از بنادرشون رو چینی ها اومدن نوسازی کردن، ولی این نوسازی، این قبول سرمایه، فروختن اختیارشون نیست، گذشتن از حدود ملیشون نیست، واگذار کردن استقلال و آزادی اون مملکت نیست. من. چنان که دو روز قبل، سه روز قبل دولت اردوغان به علت بدرفتاری چینی ها با مسلمانان ابیغوری که یک جوری زبان ترکی هم باش تکلم میکنن، سفیر چین رو احضار کرد و اون رو شفاهی توبیخ کرد. ولی آیا جمهوری اسلامی واقعا این شهامت رو تا به حال داشته که بگه بالای چشم شما ابرو هست به چینی ها، یا اینکه نوکر معابانه در مقابل اونها تعظیم و تکریم میکنن و حرفای اونها رو میپذیرن و چینی ها هم تا اونجاهایی که تونستن ظاهر بشن و به اصطلاح کارهای خودشون اداره بکنن همین هیئت حاکمه رو دارن. بله. با مردم حتی در محل مثل نمایندگان دولت‌های استعماری رفتار میکنن. ما مخالف سرمایه گذاری سالم خارجی نیستیم. اون چی که مردم بهش اعتراض میکنن فروختن حقوق و حدود ملی و استقلال و آزادی کشوره که جمهوری اسلامی برای 4 روز طولانی تر در مسند قدرت موندن همه تخم مرغ‌ها رو در سبد چین گذاشته و امتیازاتی به اونا داده که تنها در شرایط شکست نظامی یک کشور شکست خورده میتونه به عوامل دولت پیروز بده. بله، حالا در رابطه با همین صحبتی که شما فرمودید، یک حالت بردوارانه که بین ایران و جمهوری خلق چین هست، یکی از تحلیلگران چند روز پیش در یکی از برنامه‌های تلویزیونیش میگفتش که عزیز جعفری، فرمانده سابق سپاه رو که اخیراً به دستور خامنه‌ای جای خودش رو به سلامی داده، به خاطر انتقاد از یک قرارداد ماهیگیری بین ایران و چین در بندر جاسک از مقامش کنار گذاشتند. و یک مورد دیگه هم آقای آخوندی، وزیر سابق راه و ترابری، صحبت میکرد در تلویزیون، میگفتش چینی ها 4 سال قبل قرارداد برقی کردن راهن تهران مشهد رو امضا کردن اما تا حالا اون رو اجرایی نکردن. تأکید میکرد آخوندی که بحث تحریم نبوده، برجام هم داشتیم، LC هم گشایش شده، لتر آف کردیت هم گشایش شده، 15% سهم ایران هم به چینی ها پرداخت شد. و اضافه کرد همین چینی ها که آقایون تصورشون اینه که باید تمام سبد اقتصادی ایران رو بذاریم در سبد چین، از اون تاریخ تا حالا این
قرارداد رو که امضا شده و سهمش هم پرداخت شده اجرایی نکردن. یعنی با یه همچین کشوری جمهوری اسلامی طرف هستش آیه تغییزاده؟ این لیستی که شما خوندید تمام اقلام کمکاری های چینی ها رو نشون نمیده. شما از طرح 25 ساله کشیدن یک راه 100 کیلومتری از کرج به چالوس رو دارید تا کارخونه نوردی که چینی ها بعد از دادن وعده سرمایه گذاری خودشون رو از اون عقب کشیدن و بزرگترین طرحی که جمهوری اسلامی خودش رو وادار کرد که اونها رو کنار بگذاره، این متعلق به 4-5 سال پیشی که هنوز روابط بردهداری و بردهی با چین در ارتباط با جمهوری اسلامی شکل کامل نگرفته بود و از میدان آزادگان و توسعه این میدان اونها رو کنار گذاشتن. یه طرحی با 2 میلیارد خورده حجم سرمایه گذاری در وضعیت فعلی با فشار چین هندی ها رو از توسعه بندر چاهبهار کنار گذاشتن. چینی ها همون کاری رو در چاهبهار خواهند کرد که در پروژه آزادگان کردن، در پروژه نبرد کردن، در کار ساختن راه 100 کیلومتری به چالوس کردن که یا مطلقاً انجام نشده یا به عنوان استخوان لایزخ سالهای درازه که از عمر اون میگذره و پیشرفتی در اون حاصل نشده. حالا چطور میتونن اینها 400 تا 600 میلیارد سرمایه گذاری در ایران رو وعده بدن و به اون عمل بکنن؟ بله، این موضوع حضور نظامیان چینی و روسی در ایران خیلی باعث نگرانی هموطنان شده. این رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ خب میدونید قرارداد متن کاملش که منتشر نشده و دقیقا اقلامش مشخص نیست، ولی گفته میشه که به چین اجازه حضور نظامی های خودش رو میده، مثل که برای محافظت از کارگران چینی با این بهانه اینا رو وارد ایران کنن. در این مورد چی میدونیم آقای تغییرزاده؟ آقای فهمیدی، این قراردادی نیست که شکل سری داشته باشه و اینها بخوان اون رو کاملا بپوشونن. تمام اجزای این قرارداد منتشر شده، فقط رسمیت اون رو آقای ظریف دروغگو هنوز نپذیرفته. قرارداد در 3 بخش خلاصش که یک بخش انحصار چینه برای خریدن محصولات نفت و گاز ایران، انحصاری با قیمت تخفیف پیدا کرده 50% قیمت بازار تا مدتی که اونها بخوان، و در مقابل یک سرمایه گذاری در طرح‌های مختلف. این بخش دومه. بخش سوم مربوط به همکاری‌های نظامی است و این اون چیزی است که هم چین بهش علاقمنده و هم جمهوری اسلامی به اون علاقمنده. جمهوری اسلامی فکر می‌کنه با پیمان ابراهیم اسرائیلی‌ها و اعراب که رابطه‌شون رو عادی کردن، موازنه قدرت رو علیه اونها به هم زدن و وقتی تن به این کار داد که هنوز ترامپ مسئول دولت آمریکا بود، جمهوری اسلامی فکر میکرد با باز کردن پای چین به آبهای خلیج فارس و همراه اونها روسا میتونه به نوعی قدرت یا ظرفیت ماندگاری خودش رو زیاد بکنه و با این تمهید امتیازاتی برای مبادله اطلاعات با چینی ها دادن که مقدمه آمدن چینی ها به خاک ایران بوده و اینها از بندر جاسک تا آبهای بوشهر و فراتر از اون الان مستقر هستن. پایگاه برای نشستن و برخواستن هواپیماهاشون همونطور که به روسا دادن به اینها هم دادن و این همکاری نظامی به نوعی به جمهوری اسلامی ظاهرا باید قوت قلب بده که آمریکا یا قدرت دیگری یا اسرائیل نیت فروپاشی اونها رو نداشته باشن، بدونن که از 2 حامی قدرتمند استفاده میکنن. ولی در نتیجه این دادن امتیاز به چینی ها به عنوان حافظ و نگهدار خودشون، امتیازاتی دادن که باز حدود ملی و استقلال ایران رو تحت تاثیر قرار میده. الان یک کشوری مثل امارات در لاقل 5 نقطه خارج از کشور خودش پایگاه نظامی داره، ولی ایران برخلاف قانون اساسی که خودش تصویب کرده حالا پایگاه نظامی در اختیار روسیه و چین قرار میده برای اینکه بتونه چند سبایی بیشتر عمر کنه. بله، مطمئنا در این مورد در برنامه آینده باز هم با شما صحبت خواهیم کرد. هرچی بیشتر در مورد این قرارداد منتشر بشه نظرات شما رو هم در موردش جویا خواهیم شد. دکتر تغییرزاده، حالا موضوع دیگری که در هفته های اخیر نقل محافل ایرانیان بوده، سخنان شاهزاده رضا پهلوی در رابطه با
ترجیح ایشون نسبت به نظام جمهوری در برابر پادشاهیه. بسیاری از هموطنان پادشاهی خواه از بابت این سخنان ابراز ناخرسندی کردند و در مقابل براندازان جمهوری خواه از اون به عنوان راهکاری برای اتحاد گروه های پادشاهی خواه و جمهوری خواه برای براندازی رژیم جمهوری اسلامی استقبال کردند. بسیاری معتقدند که پادشاهی در ایران با رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه پهلوی نیومده و با شاهزاده رضا پهلوی هم تمام نخواهد شد. فکر میکنید سخنان اخیر شاهزاده چه تأثیری بر جنبش پادشاهی خواهی ایران خواهد داشت؟ تصور من آقای فرهودی از ابتدا این بود که شاهزاده رضا پهلوی با گرایش به سمت ظاهراً جمهوری خواهان یک اشتباه راهبردی مرتکب شد، برای اینکه واقعاً ابعاد نفوذ و موقعیت کسانی که مدعی جمهوری خواهی هستند روشن نبوده و هنوز هم نیست، در حالی که طرفداری از سامانه پادشاهی یک طبیعت فرهنگ سیاسی مردم ایران شده و بوده و تنها یک سرشماری آزاد نشون خواهد داد که میزان پشتیبانی مردم از این تفکر چقدره، و نمونه‌های اون رو ما در تظاهرات اعتراضی مردم ایران دیدیم در طول 3 سال گذشته. شما اسم هیچ کدام از کسانی رو که در 100 سال گذشته در ایران به عنوان یک چهره سیاسی شهرت پیدا کردن از زبان مردم نشنیدید، فقط 2 اسم بوده: رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی، و اشاره به سامانه پادشاهی، کشوری که شاه نداره، حساب کتاب نداره. طرفداران سامانه پادشاهی هم یک اشتباه مرتکب شدن، اینکه تمام تخم مرغ‌هاشون رو در سبد یک فرد قرار دادن. البته این ساده لوحی نیست، اعتماد کردن مردمه، برای اینکه این طبیعت رو خودشون برای خودشون تحلیل کرده بودن که یک فرد میتونه نماد خواسته های اونها باشه، ولی این فرد اون کسی نبود شاید که اونها تصور میکردن، ولی از میزان قدرت و پراکندگی و عمق وجود چنین ریشه پادشاهی خواهی نمیشه به آسانی گذشت، چیزی که ریشه 2500 ساله داره. حالا با اظهاراتی که همه شنیدن و مطرح شده، یک فرد خودش رو از این سامانه جدا میکنه، از این تفکر جدا میکنه، ولی میلیون ها نفر دیگه در صحنه باقی میمونن، بعضی ها با سازمان های کوچک و پراکنده، بعضی ها حتی بدون سازمان. تظاهرات داخل ایران هیچ کدام سازمان داده شده نبود، این خواسته های طبیعی مردم بود که اون رو به زبون میآوردن. با رفتن این شخص یا یک فرد که تخم‌مرغ‌ها رو در سبد داشت، حالا مردم احساس استقلال بیشتری میکنن. ما میبینیم که جمعیت‌های طرفدار سامانه پادشاهی حرکت روشنتری رو اتخاذ کردن، با هیجان بیشتری به میدان آمدن، حتی احزاب تازه‌ای در حال شکل گرفتن در پشتیبانی از سامانه پادشاهی، در حالی که جمهوری‌خواه‌ها در همون وضعیت موندن. یک شخص رو که واقعا سرمایه‌ای بود برای مبارزات سیاسی مردم ایران، از دارایی‌های خودش محرومش کردن و بردن به سمت خودشون، در حالی که به عنوان یک فرد شاید اون سرمایه سابق مشروطه‌خواهان همون سرمایه برای جمهوری‌خواهان نباشه. جمهوری‌خواها فکر کردن یک تخریب صورت دادن و یک سرمایه نمادین رو گرفتن، ولی از این سرمایه نمادین در جهت امیال خودشون استفاده نخواهند کرد، در حقیقت تخلیه دارایی کردن، ولی مردم این دارایی رو دوباره در درون خودشون شکل دادن و این حرکت ادامه پیدا میکنه. ایران آزاد نشون خواهد داد آقای فرهودی که واقعا همه مدعیان جمهوری‌خواهی که امروز به دروغ خودشون رو حامی دموکراسی معرفی میکنن، ولی بدترین شکل دیکتاتوری رو بر هر نوع آزادی و دموکراسی ترجیح میدن، اون موقع به محک رأی مردم زده خواهند شد و نشون داده خواهد شد که اینها واقعا در جامعه بعد از جمهوری اسلامی چه جایگاهی دارن.
اینها مقدمتاً تظاهر به دموکراسی میکنن، تظاهر به آزادی میکنن، تظاهر به رأی مردم میکنن، ولی نیت نهاییشون این است که ایران رو ایرانستان بکنن. خطری که پادشاه ایران در دوران پادشاهی خودش با ترسیم کردن امکان نفوذ کمونیست‌ها اون رو به زبان می آورد و امروز حالا امثال کسانی که ادعای مدیریت دارن و یک روز حتی در یک قهوه خانه هم توی ایران کار نکردن، به عنوان حکومت قومی، حکومت فدرال، جمهوری فلان، نمیدونم از اینجور چیزا از اونا یاد میکنن. و دو سه نفر فوکولی رو هم همراه خودشون کردن که یک لعاب مشروعیت به نیتهای پلید خودشون بدن. نه، اینها واقعا کسانی نیستن که هرگز به محک رأی مردم ایران خورده باشن و مردم ایران حالا با قدرت بیشتری به دنبال خواسته های خودشون خواهند بود. اتفاق ناگواری بوده در کوتاه مدت و من امیدوار هستم که این اتفاق کوتاه مدت ناگوار به یک اتفاق شیرین دراز مدت تبدیل بشه. بله، پس فکر میکنید علی رغم سخنان شاهزاده این جنبش پادشاهی خواهی در ایران که 2500 سال بوده ادامه خواهد یافت؟ نه تنها تضعیف نشده، تقویت خواهد شد. بله. و تقویت شده. بسیارم خوب، اجازه بدید چند تا پرسش که از طریق توییتر دریافت کردیم لطفا خیلی کوتاه بهشون پاسخ بدین. دکتر تقی‌زاده، کاربری با نام مستعار مرلین 20-21-20 میگوید دوستان زودتر بیایید رهبر و خط و مش رو تعیین کنید، داره دیر میشه ها، مسلح باید بشیم، این چینی ها و روس ها بیان میزنن ها، هیچ نقشه و هیچ رهبری نداریم، دلمونو خوش کردیم به توییتر مزخرف، زود باشید. دکتر تقی‌زاده، با نبرد مسلحانه موافقید برای رهایی ایران از چنگ آخوندها؟ به هیچ وجه. من معتقد به فراهم کردن زمینه فروپاشی این حکومت هستم و امیدوار هستم روزی رو ببینم که این حکومت در عرض دو روز سه روز فروپاشیده میشه. بنیانهای این حکومت سسته و هر چقدر ما کمک بکنیم برای تضعیف بیشتر این حکومت به هدفمون نزدیکتر میشیم. دورانی نیست که ما مبارزه مسلحانه تجویز بکنیم یا هر چیز دیگری. برخوردهای پیش خواهد اومد، این غیر قابل اجتنابه، ولی این حکومت ضعیف کردنش نقشه ایست که مردم باید در پیش بگیرن. هدف کوتاه مدتی که دارن انتخابات، کسانی رو که رأی میدن نشان بکنن، از حضور در انتخابات پرهیز بکنن، توطئه های حکومت رو برای نشون دادن پشتیبانی مردم از انتخابات افشا بکنن و در همین رسانه ها حضور داشته باشن. امروز هر رسانه جمعی یک تفنگه و هر توییتی که زده میشه شلیک یک گلوله است. فکر نکنید که اینها اثرگذار نخواهد بود، خیلی اثرگذار خواهد بود. این موج ها که در رسانه ها شکل میگیرن در حقیقت لشکرهای برخورد سیاسی دنیای امروز هم. بله، یکی از دوستان در توییتر که دو هفته پیش برای من نوشته بود که در مورد اینکه این آخوندها تا کی خواهند بود، نوشته بود اینها پول دارن، اسلحه دارن و از حمایت خارجی برخوردارن، تا 400 سال دیگه هم در ایران میمونن. البته فکر کنم از طرفداران رژیم جمهوری اسلامی بود، ولی واقعا فکر نمی کنید پول هست، اسلحه هست، خارجی ها به شکل‌های مختلف ازشون حمایت میکنن، مردم چگونه میتونن بر این رژیم فائق بیان؟ این گفته به نوعی شبیه همون قرائتی است که تفسیر قرآن میکرد. یک موقع آدمی بود با جثه باریک، حالا شکمش به اندازه شاید 4 گاو شیرده هم بیشتر بزرگتره. نه، واقعا این پول و بساط هم پیدا نخواهد شد. همین حالا جمهوری اسلامی تعهداتش به مراتب بیشتر از امکاناتی است که در اختیار داره. پول بیشتر باید بده نسبت به اون چیزی که در دستش داره. الگو ونزوئلا است، بهش نگاه بکنید. ونزوئلا با جمعیتی شاید حدود 1/3 جمعیت ایران بزرگترین ذخیره نفت دنیا رو داره، ولی بیدرایتی و فساد حکومت مادورو الان 10 این کشور رو و دولتش رو تبدیل به یک سیب گندیده کرده، شاید یک باد تند اون رو به زمین مینداخت. من واقعا متعجبم
چطور این اتفاق در یک سال آخر دولت آقای ترامپ نیفتاد. شاید بیشتر به این علت بود که ترامپ فکر میکرد هر موقع اراده بکنه این کار براش انجام شدنی است. ولی الگوی ونزوئلا الگوی جمهوری اسلامی است، الگویی است که فردا جمهوری اسلامی به اون میرسه که اونقدر تعهد داره که از پس این تعهدات بر نمیاد. ضمن اینکه ما درسته نفت و گاز داریم، ولی همین نفت و گاز هم ناگزیر از تعطیل خواهد شد. امروز چاهار رو برای صادرات بستن چون کسی این نفت رو نمیخره. فردا این تولید برای مصرف داخلی هم حتی امکان لازم رو فراهم نمیکنه. بله. کاربری با نام طنز پستات رهبر می نویسد: لطفاً نظرشون رو درباره یک اتحاد موقت با سایر احزاب و جناح‌های برانداز جهت عبور از جمهوری اسلامی با توجه به سخنان اخیر شاهزاده مبنی بر اینکه جمهوری را ترجیح می‌دهند جویا شوید. این ساده است آقای فرهودی که کنار هم قرار گرفتن قدرت بیشتری ایجاد می‌کنه. این واقعا به قول فرنگی راکت ساینس نیست که پیچیدگی خاص داشته باشه، ولی در پراکنده بودن هم به شرط بودن این قدرت همچنان هست، فقط باید با هم هماهنگ بشن. اگر شرایط اون ائتلاف و هماهنگی فراهم نباشه باید به تضعیف حکومت فکر کرد به هر راهی. ائتلاف کردن، اتحاد داشتن، رهبری پیدا کردن یک جبهه رو تقویت میکنه، ولی در نهایت یک رقابت، یک جنگ بین دو سوی ماجرا وجود داره. شما اگر که طرف مقابل رو ضعیف کردید، حتی اگر قادر به تقویت خودتون نبودید، میتونید زمینه فروپاشی اون رو فراهم بکنید و اون وقت شکل دادن به یک اتحاد در عرض دو روز و پنج روز هم امکان پذیره. پیدا کردن یک آدمی مثل آدمی واسلاو هاول که چکا اون رو در طول چند هفته چند ماه پیدا کردن، برای مردم هوشیار و پویای ایران واقعا کار دشواری نیست. اگر که ما الان به اتحاد نمیرسیم، توجهمون رو بگذاریم برای تضعیف حکومت. در مورد اعتراضات و اعتصابات چی فکر میکنید؟ فکر میکنید راه درستی باشه با توجه به وضعیت فعلی که در ایران هست الان، وضعیت بد معیشتی مردم، نارضایتی عمومی، مسئله کرونا؟ چگونه میشه این اعتراضات و اعتصابات و نارضایی ها رو هماهنگ کرد؟ میدونید خیلی ها معتقدن که دکتر تقی‌زاده رهبری وجود نداره. تا موقعی که رهبری نباشه نمیشه یک برنامه منسجم برای سرنگونی آخوندها بهش دست یافت. در گذشته آقای فرهودی همه این تمهیداتی که شده که شما فردا بیاید سر فلان چهار را بیستید داد بزنید یا نیستید به نتیجه نرسیده، ولی اعتراض های خودجوش مردم همیشه موفق بوده. در مورد پاسارگاد کدوم نهاد، کدوم فرد، کدوم رهبر پیشگام شد و دیدیم که حکومت رو اونقدر رفتن 500 هزار نفر زائر به آرامگاه کوروش هراسون که سال بعد از روزها و هفته های قبل منطقه محدود به پاسارگاد رو محاصره نظامی کردن، راه ها رو بستن. بله درست. این نیروی پراکنده مردمه و اگر شاید در این مرحله سازمان نداشته باشن موثرتر باشه. بله. و این رو تاکید میکنم آقای میبودی، آقای فرهودی، که هر متظاهری که به خیابون میره و فریاد میکنه و مشت گره میکنه یک سرباز در یک جنگ در دوران تازه. این اعتراضات باید ادامه پیدا بکنه و ادامه پیدا میکنه. امروز پیرمردها میرن به خیابون در اصفهان و شهرهای دیگه به عنوان بازنشسته فریاد میزنن با همون صدای آرام و متانت و ادب خودشون. روز دیگری میبینیم که جوانها این کار انجام میدن. این یک جبهه مردمی است و تمام کسانی که در این تظاهرات هستن سربازهایی هستن که علیه حکومت و برای آزادی مملکت خودشون میجنگن و این رو باید ادامه بدیم. بله. مخاطبی با نام ایرانیان شاه دو سوال مطرح کرده: آیا امکان مداخله سازمان ملل برای برگزاری یک همه‌پرسی آزاد در ایران وجود دارد؟ و آیا امکان به زانو درآوردن جمهوری اسلامی توسط سازمان ملل به وسیله تحریم‌های فلج کننده وجود دارد؟ نه، سازمان ملل خودش یک سازمان اشغال شده است. واقعا
و کمترین میلی، کمترین قدرتی برای مداخله در کشورهای خارجی نداره. تنها نهادی که این قدرت داره شورای امنیت. شورای امنیت سال هاست که از نیروی نظامی علیه کشور دیگری استفاده نکرده. این تنها زورشه، فرستادن نیروهای صلح، و تنها به دادن بیانیه اکتفا میکنه. در مورد ایران مطلقاً مداخله سازمان ملل یا به عنوان نظارت بر انتخابات یا هر برنامه دیگری کاملا منتفی است. شما دور سازمان ملل رو در وضعیت کنونی بایستی قلم بگیرید. بله. نکته دیگری هست که بخواید به گفتگومون اضافه کنیم؟ نه استادی. خیلی از شما سپاسگزارم برای حضورتون در برنامه پرسش و پاسخ از لندن، دکتر تقی‌زاده. وقت شما خوش، ممنونم از دعوت شما. و سپاسگزارم از شما دوستان گرامی که هر هفته از طریق وبسایت visionfarhoodi.com حاوی مصاحبه‌های بنده و تازه‌ترین خبرهای مربوط به ایران و همینطور شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و توییتر برنامه پرسش و پاسخ از لندن رو دنبال می‌کنید. در یوتیوب میتونید مشترک صفحه بیژن فرهودی بشید تا هر ویدیویی رو که پست میکنیم خبرش بلافاصله به دستتون برسه و بتونید جزو اولین بینندگانش باشید. مهمان برنامه هفته آینده خانم مهناز شیرالی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس هستند. اگر پرسشی برای طرح در برنامه دارید میتونید از همکنون اون رو برای بنده ارسال کنید. تا برنامه آینده ساعتی خوشی برای شما آرزو مندم. اگه آمریکا